آقا چه جنگی شد توی رپ فارسی؟ شاپور یه ترک داد الکی گویا دیس کرده نسل چهاریا رو، و هولوش 5-6 ساعت پیش هم پوریا یه دیسپک داده به شاپور گویا، ملتفت و شاپور. خواب بودیم این همه اتفاق افتاد. بریم و برگردیم. درود، پدرامیتا هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. میتونید با لایک، کامنت و سابسکرایب این بنده حقیر رو مورد عنایت و توجه قرار بدهید دوست من. اگرم ندید دیگه کاکتوس خودت میدونی داستانش چیه. بریم آقا داشته باشیم ببینیم شاپور چه کرده، این تازه نفس رپ فارس ببینیم چه کرده با نسل چهاری ها. همه میگم آقا پدرام کجایی؟ دیس و دیس بازی شده، پاره پوره کردن هم نیگر رو. فدایی هم مثل اینکه میخواد دیسپک بده گویا. حالا بریم فعلا ببینیم شاپور چیکار کرده. Let's go. سر تو پتون الکی پلکی میپلکی مچلین بیخبرین تو هچلین نمیشه فرجی من ادامی ابدی شاپور. واه الکی پلکی تو فلو خوبه، تکتی تپی تو پارو چکت ستندگارا، خیلی الکی پلکی فرجی من ادامی ابدی شاپور میاد خطری بیتا با... من ادامی ابدی، یعنی میگه به خاطر آهنگی که خوندم مرگ بر کل نظام ادامی و ابدی هم. تو ایران هم هست گویا، راست میگه دیگه. این خودش خایه میخواد شما با یک سیستم بزرگ جنایت کار در بیفتی، وگرنه این که تو بخوای با یه دونه چه میدونم با یه رپر در بیفتی یا با یه شخص در بیفتی، خب اون شخص خیلی خایه نمیخواد. شما وقتی با کل نظام در میفتی اون خایه است. یاد خطری بیتا با تری کتابی قلمی دوره تو میزنیم با تری کتابی قلمی مری تورنادو باز بچسبی کرکاتو قربان علوم نشناخ قربان علوم قربان علوم یعنی قربونت بشم، یعنی چیزه قربان علوم کورکاتو قربان علوم نشناختی ترکارو من درس میدم گرگارو. آه ترکه بس، درس میدم گرگارو من نشناختی ترکارو من درس میدم گرگارو، چون پانترکا نمادشون گرگه دیگه، آرمشون هم فیلم هم نمادشون این باشه. یه من گرگا رو درس میدم. جدید اسممو شنیدی من پیر بازیم ست تا مارسم می سر بریدم زیر آستینم. میگه تازگی ها من ترکیدم ولی خب قدیمی هم. درسته که اسمم تازه ترکیده ولی قدیمی این کارم. خیلی خوب داره میگه. گفتم زیر آستینم ساکت واسه رفت دادم به ریاضت تن میزنم تو فکت بشه قیافت کج. چه بیس باحالی داره، خیلی بیتش هم عالیه. مهدیار دیگه، مهدیار نمیتونه کسچر کار کنه. کارامو کم کنی تازه زیادم هست من نقش اولم الباقی سیالش کرد. الک میشن الکی ها میمونن رو الک. الک میشن الکی ها میمونن رو الک. چه سه تا الک باحالی توی یه دونه مصرع. باری که الان الک میشن الکی ها میمونن رو الک. تو سطل آشغال ذهنا میلولن تو کپک پتت رو آب ریخته میشه پس زور نزن الکی. خیابون جنگل واسه خودت گور نکن عوضی. خیابون جنگل واسه خودت، چون ملتفت خیلی خاطره خاطره میگه با ملتفت در نیافت که خیابون جنگلی واسه خودت داستان درست نکن عوض جان. با خاک نمیشی مگه میشه کوه و خاک بگیره مثل یه ماهی اسکلیت که تو رو خواب ببینه. آه میگه مثل یه ماهی اسکلیت که تور ماهیگیری رو خواب ببینه، یعنی میگه انقدر بدبختید که خودتونو تو اسارت انداختی، یعنی اسارت براتون رویاست، خوشبختیه که تو تور ماهیگیری رو خواب میبینید شما. نه به سیبیل نه به این گنگ و گولیا. پوریا میگه نه به سیبیل نه به این گنگ و گولیا. این بزک تو زک کانون آب نمیشه الکیه الکیه هرچی ازشون میبینی الکیه. واقعا هرچی ازشون میبینی الکیه، همه شعار و حرف و آی نمونه شو دیدی دیگه، با میام بالا سرت فلان میکنم ول میکنم، همش رو کاغذه دیگه، رو کاغذ شعر مینویسن. آخه تو کونت پاره تو من اینجوری هم من خیلی گنگم من میکشم میخورم میبرم. نمونه شو میشه گفت ترک مثلا خود پوریو بخوایم بگیم، قبل از اینکه معروف بشه تو اون کانال اوله شما بری آهنگاشو گوش بدی، همون موقعش هم میگفت من نمیدونم پول دارم و بنز و کوفت و من خیلی خفنم، در صورتی که اون موقع با دمپای این مارو برمیرفت در حد واژه است. ولی خب نوشتار خیلی کمک میکنه بچه ها، چیزی که میخواین باشید و بنویسین درس خودش که آقا رو کاغذ چیزی رو بنویسید که میخواین باشید، میخواین به دست بیارید و معجزه رخ میده. این خودش یک نشانه است. الکیه الکی جدی یوزی رو بکشم جلوش میرخص عربی. آه یوزی و یوزی بچه ها یه سلاح انقدیه، تو یک ثانیه یا مثلا
چه میدونم اصلا 50 تا تیر شلیک میکنه تو یه ثانیه. خیلی خفنه یوزی. الکیه الکیه هرچی ازشون میبینی الکیه الکیه الکی جدی یوزی رو بکشم جلوش میرخصه عربی. واه چه اون ساز عربی دون دون لاشی تو کمینه کافیه بدون گیریم گیریم تابلو نشو چهره تو بدون گیریم وسط پیشونی تو تو تاریکی نشونه میریم. امیدوارم که این چیزایی که حالا خود شاپور میگه یعنی در واقع سلاح بیفته دست آزادی خواه مردم که اینقدر ستم نبینیم، مثل امریکا اسلحه آزاد بشه خیلی خوب میشه به نظر من. نمیمونه پشت لبت یه دونه سیبیل. دیرو به الف با تلفن میگفتم سرت علامت که اینجا سره یه سره میپیچن اما یه سره دو در بازی هنر اثر. واه چه فلوه خوبه. دری به دبید و برالی دبید و دیروز میگفت چی؟ به الف. الف کیه؟ الف شاید اشکان فداییه. دیرو به الف با تلفن میگفتم سرت سلامت که آها دیروز به الف میگم به اشکان فکر کنم سر سلام سر یه سر میپیچنم و یه سر تو در بازی هنر از طرف میزنن جلوشو فدایی سپر شاپور شمشیر دولبه نر فدایی سپر. او میگه من میکشم فدایی محافظت میکنه. خیلی منتظرم ببینم فدایی چیکار میکنه. تو سند دارم مثل نقل و نباتی و دیدی رئیس تو خریدم چون حقیقتا بیمونم تو بهشت کو رئیس تو خریدم چون حقیقت بیمونم. اینجا رئیس تو خریدم منظورش گاده ها. گادو خریدم چون بی ایمونم، ایمان ندارم میخرمش. خلاف میشاشم رو چفیت زد و بند و زورگیری دولتی رو نبینم لایی نکش نگیر فاز چمران لایی نکش نگیر فاز چمران. کی فاز چمران گرفته بود؟ چفیه انداخته بود. خب تو سیس بوز نگی که بالا سرت نیام با یه قصاب. واه همه رو زده. سیس بوز نگیر بالا سرت چیزو میگه ای با پولشیست میگه با اون یارو جاسوی چی تم میخوای کف خزر پیداش نکنن چند جاسوی چی اشکام کاغانو میگه با جاسوی چی از کف خزر چی شد چی شامور چرا قبشی تو خزر پیداش نکنن چند تا قواز از کف خزر پیداش نکنن چند تا قواز ببینم چی گفت این یکی با اون یارو جاسوی چی تم میخوای کف خزر پیداش نکنن چند تا قواز میخوای پیداش نکنن چند تا قواز. اوه 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 ملتفت اومده وحشی الکی وای این ریتمش خیلی باحال تاکور دون رو میبینی الکی یوزی رو بکشم جلوش میرخصه عربی یوزی رو بکشم جلوش میرخصه. آخه یوزی چون تیر زیاد میزنه وقتی یه تیر میخوره به طرف مقابل واقعا اینجوری میشه تا 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 بدنش هی تکون به خاطر تیرایی که میخوره تو بدنش شروع میکنه عربی رقصیدن. هرچی ازشون میبینی علکی همش شعرن علکی جدی و زیرو بکشم جلوش میرخصه عربی. فقط اینتروهای مهدیار خورده خیلی ساده شده. این اینترو و اوتروش خیلی چیز شده سری شده همین این حالا یه بار خوبه دوبار خوبه دیگه همه کارا داره اینجوری میشه آخرش هم خیلی ساده یه اوورتوری یه ملودی یه داستانی زپرتی نگه تو ولی خب کار خوب بود الکیه یوزی و گشم جلوش میرخصی عربی که آفرین شاور میبینم مثل فدایی وحشی و دیوانه هستی برار زدیک پاره کردی نسل چهار یارو فقط اون چمرانه رو نفهمیدم چمران با کی بودی پوری که فاز چمران بر نداشته بود نمیدونم میریم سر وقت ضرب المثل. بنای کشمکش با هم نهادند چو گرگ و سگ به جان هم فتادند. با اینکه خیلی یعنی ولی در قلب منی میدونم که لایک نمی کنی ولی خب دوستت دارم خدافظ. بریم سر وقت پوری اومده ببینیم چی آورده خدافظ.